سلام دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و به برنامه مسیحیت امروز در کانال محبت به تک تک شما عزیزان خوش آمد میگم. این هفته سوم هست که این افتخار رو دارم که به صورت زنده در خدمت شما عزیزان باشم. توی این دوران سخت کرونا تو خونه هامون هستیم و این امکانات رو از طریق تکنولوژی تونستیم فراهم کنیم که از طریق این اینترنت، از طریق کامپیوتر بتونیم برنامه ها رو توی ماهواره کانال محبت پخش کنیم. من واقعا امیدوارم که این برنامه های جدیدی که داره در کانال محبت ارائه میشه، عزیزانی که دارن همکاری میکنن، دست به دست میدن برای رسوندن پیغام محبت مسیح، واقعا امیدوارم که در فصل جدیدی بتونیم برنامه های خیلی عالی و متنوعی رو خدمت شما عزیزان و بیننده های کانال محبت ارائه بدیم، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در ترکیه و اروپا، آمریکای شمالی، هر جای دنیا که هستید. امیدواریم که این برنامه ها باعث تشویق و برکت شما باشه. توی جلسه امروز، همونطوری که اگر خبر دارید و تبلیغ یه مقدار کردیم، میخوایم درباره رابطه علم و ایمان، علم و دین با هم دیگه صحبت کنیم. موضوع علم و ارتباط علم با ایمان و ادیان مختلف برای من همیشه جذابیت خیلی خاصی داشته و به نظر من برای ما مسیحی‌ها و کسایی که خدا باور هستن خیلی مهمه که جایگاه علم رو بتونیم بهتر مشخص کنیم در رابطه با ایمانی که به خدا داریم، در رابطه با باورهایی که داریم و تو دنیای زندگی میکنیم، که خیلی وقتا یک برخورد خیلی شاید رایج و حتی ولی من میخوام بگم سطحی اینه که فکر کنیم که علم و ایمان با هم دشمنه. علم و دین همیشه با هم دشمن بودن و همیشه این دشمنی ادامه پیدا میکنه و هرچی که دنیا در علم و در دانش پیشرفته تر بشه، باورهای دینی و ایمان به خدا هم کمرنگتر خواهد شد. این یک باوریه که در خیلی جاهای دنیا رایج هستش و ولی این باور واقعا باور درستی نیست و خیلی دانشمندا هستند که باورهای دینی دارن و خیلی متعهد هستند به باورهای دینی، خیلی متعهد هستند به خدا باوری و خیلی از دانشمندان دنیا هیچ جنگ و تضادی بین علم و ایمان و علم و دین نمی‌بینند. بله، توی خیلی از رسانه ها وقتی که طرفداران ادیان مختلف، چه حالا تو ایران خود ما، بعضی وقتا صحبت های خیلی خرافاتی، صحبت های خیلی خنددار و مسخره مطرح میشه به نام دین و خیلی وقتا اونم توی سوشال میدیا مردم میگن ببین صحبت های دینی، این خرافات ها، این دستور و عمل هایی که اصلا علمی نیستن و هیچ توجیه علمی و پزشکی ندارن. توی همین دوران کرونا شاهد این داستان ها بودیم، دیگه وارد جزئیات نمیخوام بشم و البته این فقط و بعد مردم میگن که ببین پس اصلا دین و خدا باوری در دشمنی و تضاد با دانش و علم امروز است و دین و ایمان فقط خرافات و باورهای سنتی و افسانه و اسطوره هستند. و این فقط مشکل ایران و جامعه اسلامی نیست، توی دنیای آمریکایی که بنده زندگی میکنم بعضی وقتا کشیشا یا مسیحیا یا افراد دینی حرفایی میزنن که انقدر بر ضد صحبت‌های علمی و دانش امروز هست که خیلی هم همین انتقاد رو نسبت به ایمان مسیحی و کتاب مقدس دارن. که اصلا نگاه کن، اصلا در تاریخ کلیسا از داستان گالیله شروع کنیم و بیایم تا امروز به قرن 21 و خیلی ها این دیدگاه رو پررنگ میکنن که آقا یا باید به علم و دانش چسبید و ببینیم که چقدر علم و دانش جواب میده به مشکلات بشری، یا اگه کسی دنبال دین و خدا باوریه اینا خرافات و افسانه و اسطوره است و اینا اصلا جایی توی دنیای علمی نداره، هیچ نتیجه‌ای نداره، هیچ کمکی به بشریت نمیکنه و نمیتونیم این دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم که یه نفر هم تعهد داشته باشه به علم و دانش و هم تعهد داشته باشه با ایمان، دین، مذهب، خدا باوری و غیره. پس این دیدگاه، این برخورد خیلی برخورد رایجی هست و چه مسیحی ها، چه مسلمان ها، چه هندویی ها، چه بودایی ها، همه یه طوری توی جامعه های خودشون درگیرن با این انتقاد از ادیان در رابطه با علم و دانش.
حالا تو این برنامه و من در برنامه مسیحیت امروز بارها و بارها به این موضوع برمیگردم، چون برای ما مسیحی‌ها مهمه که توی باور خودمون، دیدگاه خودمون بالاخره بتونیم مشخص کنیم که برخورد ما با علم و دانش در ایمان مسیحی چی هستش. و من سالها پیش برنامه‌هایی درست کردم که توی اینترنت هست، 44 تا برنامه نیم ساعته با برادرم منصور برجی درباره رابطه علم و ایمان، و اگر اون برنامه‌ها رو ندیدید تشویقتون می‌کنم تو اینترنت این برنامه‌ها رو پیدا کنید، چون برای خیلی ها برنامه‌های مفیدی بوده. این صحبت من تکرار اون صحبت‌ها نیستش، می‌خوام صحبت‌های جدیدی رو مطرح بکنم، ولی بالاخره مهمه که ما به عنوان مسیحی، مسیحایی که مسیح به ما میگه در کلام خدا که خدا رو با تمام دل و جان و قوت و فکر خودت محبت نم و همسایه خود را مثل خیشتن محبت نم. اگر باید خدا رو با تمام فکرمون محبت کنیم، پس ما به عنوان مسیحی خونده شدیم که از عقل و شعورمون استفاده کنیم برای درک بهتر خدا، درک بهتر خلقت خدا و محبت مفیدتر به همسایه. علم امروز باید نشون بده که چطوری میتونه مفید باشه برای جامعه بشری، و این یک انگیزه دینی و ایمانی هست برای خیلی از دانشمندان در دنیای امروز. پس این موضوع رو من میخوام تو این جلسه باز کنم، مطرح کنم، و میخوام از یک کتاب جدیدی استفاده کنم، کتابی که اصلا نویسنده هاش از دید مسیحی این کتاب رو نمی نویسن. اصلا من نمیدونم باورهای دینی خود این نویسنده ها چی هستش، و این کتابی که عزیزان گذاشتن روی سکرین این نیست. اجازه بدید وقتی من گفتم چه کتابی بذاریم اون کتاب رو بذاریم، ولی میخوام از یک کتابی استفاده بکنم که محققین، خیلی از محققینی که این کتاب رو نوشتن در دانشگاه رایس در ایالت تکساس آمریکا استاد دانشگاه هستن، محقق هستن، و دانشگاه رایس یکی از دانشگاه‌های خیلی عالی رتبه در آمریکا هستش، و این نویسنده‌ها تحقیق خیلی جامعی کردن در نظرسنجی دانشمندان دنیا. کتابی که میخوام ازش استفاده کنم، نمیدونم عزیزان اینو توی سکرین نشون دادن یا نه، بذاره دنیای این کتاب اسمشو حالا عزیزان ترجمه کردیم، دنیای سکولار و علم، Secularity and Science، دانشمندان جهان در مورد مذهب چه فکر میکنن، دانشمندان جهان در مورد مذهب چه فکر میکنن، و چندین تا نویسنده داره این کتاب که با همین کار تحقیقاتی رو انجام دادن. کتابش چاپ دانشگاه آکسفورد هست، دانشگاه آکسفورد 2019 همین سال پیش این کتاب رو چاپ کرده، و من وقتی داشتم تو مطالعاتم با این تیتر این کتاب روبرو شدم، گفتم این کتاب رو من باید بگیرم بخونم، چون کتاب خیلی جالبی به نظر میرسه و تحقیقات خیلی تازه و بینش‌های خیلی مهمی رو این محققین بهش میرسن که به نظر من خیلی خوبه برای دنیای امروز ما توجه کنیم به این تحقیقات. خیلی وقتا ما میتونیم خیلی شعاری حرف بزنیم، هم ما مسیحی‌ها و خدا باورها میتونیم خیلی شعاری و کلیشه‌ای حرف بزنیم که علم و ایمان همیشه با هم مکمل همن، هیچ تضاد و تناقض و تنشی بین علم و ایمان هیچ وقت نیست. این یه حرف خوب به نظر من شعاری و کیلوییه، چون خیلی وقتا تنش و تضاد به وجود میاد تو تحقیقات ما. ولی از اون طرف هم حرفای شعاری و کلیشه‌ای که علم و ایمان با هم دشمنن و در جنگن و این دوتا رو باید از هم نمیشه، این دوتا رو با هم نمیتونیم اینجا جمع بکنیم، اینم یک برخورد خیلی شعاری، سطحی و کلیشه‌ای هست. پس اگر میخوایم که یک برداشت دقیق‌تر، پیچیده‌تر، وسیع‌تر، پخته‌تر داشته باشیم، به نظر من خیلی مهمه که ما به همچین تحقیقاتی توجه کنیم. محققین این کتاب، کاری که تا حالا توی دنیا انجام نشده، معمولا وقتی صحبت تضاد و جنگ علم و ایمانه تمرکز فقط روی دنیای غرب، ولی محققین این کتاب میگن که ما میخوایم به دانشمندان در نقاط مختلف دنیا نگاه کنیم. پس محققین این کتاب چند سال وقت میذارن روی این پروژه و با 20,000 دانشمند در دو رشته، رشته های فیزیک و رشته های بیولوژی زیست شناسی، با دانشمندان مثلا علوم انسانی مصاحبه نمی کنن، نظرسنجی نمی کنن، با دانشمندان توی رشته شیمی مصاحبه نمی کنن،
توی رشته هایی که ربط داره به فیزیک و به بیولوژی و زیست شناسی، چون توی این دوتا رشته های علمی هستن که خیلی وقتا بحث مسئله خلقت، تکامل داروین، بیگ بنگ و اینکه خلقت دنیا به چه مدت زمان گذشته برمیگرده، بحثای داغ حداقل تو دنیای مسیحی و اسلامی، بحثای داغ تنش بین علم و ایمان برمیگرده به داستان خلقت، خلقت انسان، خلقت دنیا، تکامل داروین. پس این محققین تمرکزشون رو میذارن روی نظرسنجی از 20,000 دانشمند در کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، ترکیه، هند، ایتالیا، ببخشید بعد از فرانسه ایتالیا، ترکیه، هند، تایوان و هنگ کنگ. پس آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، هند، تایوان و هنگ کنگ. پس با دانشمندانی که در جامعه‌های مسیحی، مسیحی پروتستان، مسیحی کاتولیک، دنیای خیلی سکولار فرانسه و جامعه اسلامی ترکیه، دنیای هندویی ادیان هندویزم هند و دنیای بودایی ادیان کنفوسیوس، داویزم و تا جای مسیحیت در جامعه‌های مثل هنگ کنگ و تایوان. پس یک نگاه خیلی جامع، نظرسنجی از 20,000 دانشمند رشته های فیزیک و زیست شناسی، بیولوژی، چه دانشمند و محققین درجه یک در دانشگاه های عالی رتبه و چه دانشجوهای دکترا که دارن تو این رشته ها تحقیق میکنن، اینا همه شامل این 20,000 میشه. و به غیر از 20,000 نظرسنجی، با 600 نفر از این دانشجوها این محققین مصاحبه های خیلی مفصل میکنن و خیلی عمیق وارد صحبت هایی میشن که نه فقط باور این دانشمندان نسبت به خدا، بلکه چند وقت به چند وقت در جلسات دینی و مذهبی شرکت میکنن، جایگاه دین در دانشگاهشون، در لابراتوریشون چیه، دیدشون نسبت به رابطه علم و دین چی هستش. پس خیلی آمار و ارقام مفصل و طولانی تو این کتاب هست که بنده نمیتونم تمام آمار و ارقام رو خدمت شما ارائه بدم، ولی صحبتی که میخوایم بکنیم اینه که بعد از تمام این آمار و ارقام هایی که ارائه میدم، ولی مثلا این رو نمیتونیم انکار بکنیم که آمار دانشمندانی که باور به خدا ندارن، خدا ناباور هستن یا آتئیست هستن یا میگن ما نمیدونیم خدایی وجود داره یا نداره، تعداد آمار دانشمندان نسبت اونایی که میگن ما باور به خدا نداریم، آمارشون بالاتر از آمار مردم جامعهشون هست. این رو ما انکار نمی کنیم. خیلی از دانشمندا باوری توی این رشته های علمی خدا ناباور هستند و یا به وجود خدا رو مطمئن نیستن که هست یا نیست. ولی درصد قابل توجهی تو همین دانشمند، از یا دانشمندای خیلی درجه یک در خیلی بالای علمی، درصد قابل توجهی هم دانشمندای خدا باور هستند و تعهدات دینی دارند. پس اینطوری نیستش که اتوماتیک وار پیش فرض ما این باشه که هر کی که علم و دانش داره خدا رو میبوسه میذاره کنار، دین و مذهب و ایمان رو میبوسه میذاره کنار. نه. پس میخوایم حالا وارد یه سری نتیجه گیری های جالب این کتاب بشیم. بعد از تحقیقات، نظرسنجی از 20,000 دانشمند از کشورهای مختلف، از زمینه‌های دینی مختلف و 600 مصاحبه عمیق با این دانشمندا، به چه نتیجه‌های ما این محققین رسیدن. دوباره پس می‌خوام اسم کتاب رو بگم: Secularity and Science، دنیای سکولار و علم، دانشمندان دنیا چه فکری نسبت به مذهب دارن. چهار نتیجه مهم این تحقیقات رو حالا میخوایم واردش بشیم و مطرح بکنیم که این دانشمندا ما رو تشویق میکنن که این نتیجه ها رو جدی بگیم، کلیشه‌ای و کیلویی نظر ندیم نسبت به رابطه علم و ایمان. عزیزان، دوباره میخوام تاکید کنم صحبت ما فقط دانشمندان مسیحی نیست، داریم صحبت جامعه های مسیحی، اسلامی،
هندویی و بودایی و ادیان شرقی رو هم میکنیم. داریم به تمام دنیا نگاه میکنیم، فرهنگ های مختلف در دنیا که دانشمندان در این کشورها و فرهنگ ها و ادیان مختلف با چه دیدی، با چه برخوردی به خدا باوری و تعهدات دینی دارن نگاه میکنن. ولی قبل از اینکه وارد صحبت نتیجه های این تحقیق بشیم، بریم با هم یه میوزیک ویدیو ببینیم. ویدیوی عالی، لذت برده باشید و حالا میخوایم صحبتمون رو ادامه بدیم درباره دیدگاه دانشمندان در سراسر دنیا و در کشورهای مختلفی که تو این نظرسنجی شرکت کردن نسبت به خداباوری و جایگاه دین در تحقیقات علمی و دنیای علمی امروز. نویسنده های این کتابی که دارم ازش استفاده میکنم، گفتم چاپ دانشگاه آکسفورد هست، 2019 این کتاب چاپ شده، 4 نتیجه بزرگ از تحقیقاتشون رو برای ما مطرح. نکته اول خیلی برام جالب بود، میگه در سراسر دنیا
دانشمندان مذهبی تعدادشون خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. در دنیا دانشمندان مذهبی تعدادشون خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. پس اینی که فکر کنیم که اگر یه نفر تو علم و دانش جلو بره باور به خدا دیگه براش مطرح نمیشه، این اصلا یک ادعای کاملا بی اساس و بی پایه است و البته بی پایه نیست ولی ادعای خیلی کیلوییه، ادعای خیلی کلیشه‌ایه و ادعای دقیقی نیست. پس توی نظرسنجی که این محققین توش دخیل بودن، نویسنده ها مطرح میکنن که افرادی که مذهبی هستن و تعهدات مذهبی دارن و خدا باور هستن و شرکت میکنن در مراسم دینی کشور خودشون یا خانواده خودشون تعداد خیلی قابل توجهی هستن. حالا من میخوام اینجا از قسمت‌های مختلف کتاب چند تا مثال بیارم از نظر آمار و ارقام. مثلا در آمریکا حدود 20% دانشمندانی که توی این مصاحبه و نظرسنجی شرکت کردن، اینا گفتن دانشمندای فقط رشته‌های فیزیک و بیولوژی هستن، حدود 20%شون خدا باور هستن و حدود 34% باور به خدا ندارن و حدود 30% اگناستیک هستن، میگن نمیدونیم خدا هست یا نه. پس حدود بگیم 35% خدا ناباور هستن، حدود 30% نمیدونن خدا هست یا نیست و حدود 20% خدا باور هستن. این ارقام دانشمندان توی آمریکا. توی انگلیس حدود 43% خدا ناباور هستن، حدود 25% اگناستیک هستن، ولی دوباره بالای 21% خدا باور هستن در انگلیس. پس درسته که خدا باوران اکثریت نیستن ولی بالاخره 20% رقم کمی نیست بین دانشمندان رشته های فیزیک و بیولوژی. در فرانسه که دنیای خیلی سکولاری هم هست، فرانسه بالاترین رتبه دانشمندان خدا ناباور یا آتئیست رو داره. پس 50% دانشمندان فرانسوی تو رشته های فیزیک و بیولوژی خدا ناباور هستن، 25% اگناستیک نمیدونن خدا هست یا نه، ولی بالای 12% خدا باور هستن در فرانسه. ولی در ایتالیا، حالا ما وقتی مثلا میگیم دنیای غرب فکر میکنیم دنیای غرب همه یکسانه، ولی خیلی فرقه حتی بین دو کشور فرانسه و ایتالیا. فرانسه کشوری که زمینه خیلی سکولار داشته در تاریخش، ولی ایتالیا علارغم اینکه بالاخره نفوذ کلیسای کاتولیک و فرهنگ دینی کاتولیک خیلی قابل مشاهده است، در ایتالیا بالای نزدیک 37% دانشمندان خدا باورند. 37% دانشمندان در ایتالیا خدا باورند، 20% آتئیست هستند و 22% اگناستیک، نمیدونن خدا هست یا نه. در ترکیه، خب دانشمندان ترکیه به خاطر اسلام درصد بالایی از دانشمندان ترکیه، بالای 70% خدا باور هستند. 70% در ترکیه دانشمندان رشته‌های فیزیک و زیست شناسی خدا باور هستند و 6% آتئیست، 6% آتئیست و 8% اگناستیک. دیگه وارد همه آمارها نمیخوام بشم، توی هند، توی تایوان، توی هنگ کنگ، ولی آمارهای دانشمندانی که در هند، در تایوان و هنگ کنگ به دین باور دارن و تعهدات دینی دارن، دوباره اونجا هم میبینیم آمار بالاتری هست. پس وقتی نتیجه گیری کلی میکنیم از این نظرسنجی ها و آمارها، نویسنده ها به این نتیجه میرسن که تعداد دانشمندانی که خودشون رو متعلق به دین میدونن و خدا باور هستند خیلی بیشتر از اون چیزیه که مردم فکر میکنن. و میگه که حتی نویسنده ها میگن که در کشور وقتی که جمع‌بندی میکنیم در کشورهای ایتالیا، ترکیه، هند و تایوان، اکثریت دانشمندا خودشونو متعلق به یک دین و مذهب میدونن و بین تمام دانشمندا بیشتر از نصفشون خودشون رو بالاخره یک طوری مذهبی میدونن. انگلیسی میگه slightly religious، بالاخره خودشون رو یک طوری مذهبی میدونن. و توی آمریکا، انگلیس، فرانسه و هنگ کنگ یک سوم دانشمندا خودشون رو متعلق به یک دین و مذهب میدونن. یک سوم دانشمندای آمریکا، انگلیس و هنگ کنگ. و بعد پس آمار و ارقام های دیگه. پس اینی که اصلا علم و ایمان با هم
هیچ نوع نمیتونن با هم توی یک آدم عاقل و بالغ جمع بشن، این یک حقیقت نیست. و میبینیم که توی دانشمندان سراسر دنیا یه چیزی بگیم بین 20% تا 30% میبینیم که دارن تعهد دارن به خدا باوری، به دین، به ایمان، به حالا بعد میگم آمارهای دیگه هست درباره شرکت در مراسم مذهبی، شرکت در کلیسا یا نماز مساجد و غیره، پس من وارد همین جزئیات نمیخوام بشم، ولی میبینیم که تو این تحقیق رقم خیلی قابل توجهی از دانشمندا تعهدات دینی و ایمانی دارن. نکته دوم توی تحقیقات این محققین میگه دانشمندا حتی، گوش کنید خیلی نکته مهمی، حتی بعضی از دانشمندای آتئیست، دانشمندای خدا ناباور، میگن که ما در علم معنویت میبینیم. که دانشمندان زیادی حتی آتئیست ها، بین آتئیست ها میگن دنیای علم دنیاییه که برای ما توش پیام معنوی داره. انگلیسی میگه spirituality، من دارم کلمه spirituality رو به عنوان معنویت میگم یا روحانیت. پس یک پیام معنوی، مثلا این حس حیرت زدگی، حس اینکه توی تحقیقات علمی فیزیک یا بیولوژی ما یک زیبایی میبینیم، یک هدفی میبینیم، یک معنی میبینیم، یک نظمی میبینیم، یک معنویتی میبینیم. پس این دانشمندا توی این تحقیقات، نویسنده صحبت رو ادامه میده که توی این تحقیقات که اکثریت دانشمندا علم و ایمان رو جنگ و تضاد با هم دیگه نمیبینن. حالا میگم یکی دیگه از آمارهایی که تو تمام فصلا مطرح میشه، من دیگه واردش نمیتونم بشم الان، از دانشمندایی که دارن تو این نظرسنجی ها شرکت میکنن میپرسن که شما رابطه علم و ایمان رو یک رابطه جنگ و تضاد و تنش میبینید، یک رابطه‌ای که علم و ایمان از هم دو تا فضای حیطه مستقل هستن، یا اینکه اصلا علم و ایمان باید با هم در جاهایی همکاری کنن. پس توی نظرسنجی سه دیدگاه درباره برخورد علم و ایمان رو میپرسن این محققین. آیا شما به عنوان یک دانشمند تو تحقیقاتتون علم و ایمان رو با هم دشمن و در جنگ میبینید؟ شما علم و ایمان و باورهای دینی رو دو تا حیطه مستقل از هم میبینید که با هم جنگ و تنش و تضادی لزوما ندارن؟ یا حتی شما اینو با هم در همکاری میتونید تصور کنید، یک سری از باورها و ارزشهای دینی و ایمانی با یک سری از تحقیقات و تئوری‌های علمی؟ حالا من دیگه وارد اون آمار نمیشم، ولی اکثریت دانشمندا در سراسر دنیا، چه در غرب سکولار چه در کشورهای شرقی و آسیایی، توی این کاتگوری هستن که تضاد و دشمنی و جنگی بین علم و ایمان نیست، بلکه اینا دو تا حیطه مستقل از همدیگه هستن. حتی دانشمندای سکولار فرانسه این بیش اکثریتشون همچین دیدگاهی رو دارن که باورهای دینی و ایمانی توی یک حیطه هستن، درباره یک موضوعاتی دارن ادعاهایی میکنن و تئوری‌های علمی یک داستان دیگه است و این دو تا با هم لزوماً در جنگ و نبرد نیست. این هم پس یکی دیگه از نتیجه‌های مهم این تحقیقات و این که خیلی از دانشمندایی که حتی خودشون رو آتئیست معرفی می‌کنن باور دارن که فضای علمی فضاییه که توش معنویت هست، توش یک پیام‌هایی هست که ماورای فقط ماده برای ما یک پیام‌هایی داره، فقط توی چارچوب ماده‌گرایی نیست این داستان، این معنویت. من برام خیلی جالب بود چون معمولاً و تو این کتابم خیلی اشاره میکنه به مثلا دانشمندای مشهوری مثل ریچارد داکینز، که البته تو انگلیس ایشون خیلی بیشتر برو بیا داره تا خیلی از کشورهای دیگه، ولی بعضی از دانشمندا طوری برخورد میکنن که انگار علم اصلا دشمن دین و ایمانه و علم و دانش کاملا انکار میکنه جایگاه باورهای دینی، جایگاه ایمان، هیچ نقش مثبت ایمان و دین در جامعه. ریچارد داکینز خیلی اینطوری صحبت میکنه، ولی اکثر دانشمندا همچین باوری ندارن و باوری ندارن که علم و دین با هم در جنگن یا هیچ معنویتی در علم نیست. پس این هم بینش خیلی جالبیه که این محققین بهش اشاره میکنن.
این پس نکته دوم. نکته سومی که محققین این کتاب بهش اشاره میکنن اینه که جنگ، این دیدگاهی که جنگ و دشمنی بین علم و ایمان هست، اختراع غرب. انگلیسیش میگه، میگه این تنش دیدگاهی که علم و دین با هم در جنگن is an invention of the West، اختراع غرب هست. منظور چیه؟ منظور اینه که نویسنده ها اشاره میکنن که در اواخر قرن 19 دو تا متفکر آمریکایی دو تا کتاب نوشتن درباره رابطه علم و ایمان، علم و دین، حالا دینم منظور بیشتر مسیحیت بود برای نویسنده های آمریکایی، و اینا این تز رو مطرح کردن که علم و دین همیشه با هم در جنگ. ولی در واقع وقتی که نظرسنجی میشه بین دانشمندان دنیا، این یک دیدگاهی نیستش که قابل قبول باشه بین خیلی از دانشمندان در جاهای مختلف. مثلا خیلی جالبه که نویسنده اشاره میکنه که در هند حتی وقتی کتاب تکامل داروین چاپ شد، در هند این کتاب خیلی اصلا بحث‌انگیز نبود، چون متفکرین هندی فکر نمی‌کردن، باور نداشتن که تکامل داروین در تضاد هست با باورهای هندویزم. مثلا اینو به عنوان مثال تو این کتاب مطرح می‌کنه. و مثال‌های دیگه که این جنگ بین علم و دین یه جنگیه که بیشتر تو دنیای غرب در اواخر قرن 19 هم در قرن 20 هم از طرف یک سری محققین مطرح میشه، ولی یک دیدگاه رایج بین دانشمندا در فرهنگ ها و ادیان مختلف نیست این باور یا این دیدگاه. و البته خیلی جواب هم به این کتاب ها داده شده، من حالا وارد بحث این کتاب نمیشم. ولی این داستان رابطه علم و دین رابطه جنگ نیست بین خیلی ها در نظر خیلی از دانشمندا، بلکه رابطه علم و رابطه دین یا ایمان خیلی از دانشمندا بر این باورن که دو تا حیطه مستقل از همن، یا حتی میشه در خیلی موارد با هم همکاری بکنن. مثلا ارزش‌های دینی توی این کتاب برام خیلی جالب بود که خیلی وقتا ارزش‌های دینی دانشمندا تأثیر میذاره روی پروژه‌هایی که روش کار میکنن. مثلا بعضی از دانشمندا که مشکل دارن با کشتن حیوانات در کشورهای مثل تایوان و هنگ کنگ، دوست دارن که آزمایش‌ها رو حیوانات کمتر انجام بشه و حیوانات آزار و اذیت نشن، کشته نشن. بعضی از دانشمندهای مسیحی که ازشون نقل قول میکنه توی این کتاب، به خاطر دیدگاهی که دارن که ما به عنوان افراد متعهد به ایمان خودمون باید کمک کنیم به جامعه بشری، به خصوص به افرادی که در حاشیه هستن، و تحقیقات علمیمون باید مفید باشه برای پیشبرد جامعه بشری، برای کمک رسی به گروه های بشری که در حاشیه هستن و نیاز به کمک دارن. پس ارزش های دینی یا مثلا ارزش های معنوی نسبت به محیط زیست و حفظ محیط زیست. پس این نوع باورها، باورهایی که بر اساس ایمان و دیدگاه دینی یه دانشمند هست، میتونه تأثیر بذاره و یک طوری نقش داشته باشه در تحقیقات علمی یک دانشمند. حالا خیلی وقتا، میخوام وقتمون داره سریع میره، خیلی وقتا مشکلی که توی این نظرسنجی ها مطرح میشه، این تنش و جنگی که به نظر میرسه مطرح میشه بین دانشمندا با مسائل دینی، اکثرش برمیگرده به یک سری از تفسیرهای بنیادگرایانه، یک سری تفسیرهای افراطی و خشک از دین که اون دیدگاه ها نقد میشه از طرف دانشمند، و به نظر من به درستی هم نقد میشه. مثلا توی داستان تکامل داروین، بعضی از مسیحیایی که زمان خود داروین با داروین دوست بودن، همکار بودن، نامه نگاری میکردن، متفکرین بسیار متعهد مسیحی بودن و هیچ تضاد و دشمنی بین نظریه تکامل داروین با باورهای دینیشون رو اینا حس نمیکردن. اصلا عقیده داشتن که از طریق مکانیزم تکامل خدا این تنوع خلقت رو به وجود آورده. ولی وقتی که این برخورد بنیادگرایانه با دین و با علم مطرح میشه در جامعه مسیحی، به خصوص در آمریکا، حتی تو انگلیس هم زیاد این اتفاق نیفتاد، ولی تو آمریکا در اوایل قرن 20 که نه، این ما باید روی تفسیر خیلی تحت و لفظی
کتاب پیدایش بیستیم و اینکه دنیا خلقت دنیا برمیگرده به چند هزار سال پیش و اینکه ما نمیتونیم بیگ بنگ رو قبول کنیم که خلقت این هستی که مشاهده میکنیم برمیگرده به 13-14 میلیارد سال پیش، نمیتونیم بیگ بنگ رو قبول کنیم، نمیتونیم تکامل رو قبول کنیم به خاطر اینکه پیدایش میگه خدا همه چیز رو در 6 روز یک هفته آفرید و از نسل آدم تا الان چند هزار سال بیشتر نگذشته. این تمام مسیحی‌ها یا حتی اکثر مسیحی‌ها این باور رو ندارن. این یک دیدگاهیه در جامعه مسیحی که بر اساس تفسیر تحت لفظی دیدگاه بنیادگرایانه این موضوع مطرح میشه و یکی از دشمنی‌ها و جنگ‌های بین علم و ایمان به قول معروف سر این داستان هست. یا مثلا حالا مثال‌هایی میذارن از که این حالا این داستان فقط هم تو مسیحیت نیست، خیلی برام جالب بود که خیلی از دانشجوهای مسلمون، چه اونایی که تو ترکیه هستن چه اون دانشجوهای مسلمونی که مهاجرت میکنن به دنیای غرب، انگار بعضی از اونها هم که با یک برخورد بنیادگرایانه به داستان خلقت نگاه میکنن خیلی بعضی وقتا به وجود میاره یک تنشی رو. یا تنشهایی مثلا تو هند و باورهای سنتی دینی که خیلی از هندوها هم بهش عقیده ندارن ولی بعضی از هندوها بهش مثلا موضوع طالبینی رو مطرح میکنه که دولت هند حمایت میکنه تحقیقات درباره طالبینی رو. این برام خیلی جالب بود. یا یک سری خراف یعنی حالا باورهای قدیمی ادیان شرقی رو توی تایوان نویسنده ها مطرح میکنن. پس بعضی از تفسیرهای دینی وقتی که به خصوص برخوردهای افراطی، خشک یا تحت لفظی یا بنیادگرایانه با متون دینی بشه، اون موقع بله تنش‌ها و مشکلاتی میتونه بین علم و ایمان پیدا بشه. ولی کلن خیلی از باورهای دینی و ایمانی میتونن حتی خیلی کمک بکنن به یک عالم از ارزش‌های دانشمندا در تحقیقاتشون در برخورد با پروژه های علمیشون. پس اینم نکته خیلی مهمیه که جنگ به طور کلی بین ایمان و دین و علم نیست، بین یک سری از تفسیرهای خشک و تحت و لفظی و دگم و بنیادگرایانه با تحقیقات علمی هستش. این پس نکته‌ایه که باید در نظر داشته باشیم. و نکته چهارمی که این نویسنده ها مطرح میکنن توی این تحقیقات اولیه‌شون این هستش که مذهب از لابراتوری علم و دانش بیرون نیست. انگلیسی میگه religion is not kept out of the scientific workplace. یعنی اینه که یه دانشمند بالاخره تعهدات دینی، باورها، احساسات دینی خودش رو میبره به لابراتوریش، میبره به محیط کارش و خیلی مشاهده میکنن. خیلی از دانشمندها سمبول‌ها و علائمی رو استفاده می‌کنن یا فعالیت‌های دینی می‌کنن، مثلا دانشجویان دانشمندای مسلمان نماز می‌خونن، روزه می‌گیرن، یا دانشمندای هندویی در مراسم و آیین‌های هندویی شرکت می‌کنن و غیره و غیره. پس اینی که خود دانشمندا خیلی وقتا باورهای دینیشون رو با خودشون تو خونه‌شون جا نمی‌ذارن و بیان توی لابراتوری و محیط کار، بلکه دین بالاخره و باورهای دینی و تعهدات دینی حضور داره در محیط کاری و در محیط‌های علمی. پس اینم یکی دیگه از نتیجه‌های این محققین بود. پس به نظر من تحقیقات خیلی جالبی بود، حالا صحبت رو با هم دیگه ادامه خواهیم داد، ولی تحقیقات خیلی جالبی بود که ما یک دیدگاه عمیق‌تر، دقیق‌تر و وسیع‌تر باید داشته باشیم نسبت به موضوع علم و دانش و باورهای دینی و ایمانی و خیلی یه طرفه پیش قاضی نریم و قضاوت نکنیم و این مسخره کردنی که اگر تو علم و دانش رو جدی میگیری نمیتونی هیچ جایی برای دین و ایمان و خدا باوری داشته باشی، این حرف واقعیت نداره در دنیای علمی امروز بین دانشمندان علمی در دنیای امروز. خب حالا با هم میریم یک کلیپ ویدیو تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم. محبت خداوند ریخته در اردوی ما، از حضور خداوند شاد شده دلهای ما،
ما هم شاد و خندانیم، با هم سرود میخوانیم، با محبت عیسی هم دیگر را دوست داریم. محبت 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 خدا تنها شو جمع شویم با محبت عیسی خدا را به سراییم. دست ها را برافرازیم در حضور خداوند، گوییم ما هم یک صدا دوستت داریم مسیحا. محبت 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 خدا تنها شو محبت خداوند ریخته در اردوی ما، یهوه خدای ما میخرامد بین ما. حضور او آشکار است به روی خیمه ما، همه خانیم یک صدا جلالت باد مسیحا. محبت 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 خدا تنها شعار ما، فرزندان خدا. محبت 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 خدا تنها شعار ما، فرزندان خدا. دوستان برگشتیم به برنامه‌مون و انگار یه مقدار مشکلات تکنیکی با صدا هستش. من خودم الان اکو دارم توی گوشم، ولی امیدوارم که حداقل شما بتونید این برنامه رو خوب دنبال بکنید. اگر عزیزانی هستن که تمایل دارن برای تماس داشتن با ما، من در خدمت هستم برای تماس و گفتگو کردن با همدیگه. یکی از کتابایی که عزیزان نشون دادن توی این جلسه بتون، کتابی هستش که من امروز نمیخوام حالا وارد این کتاب بشم. گفتم من خودم خیلی علاقه دارم به این که ما این مبحث رابطه علم و ایمان رو همیشه دنبال کنیم تو تحقیقاتمون، تو مطالعاتمون. یک کتاب بسیار عالی از یک دانشمند خیلی متعهد مسیحی در دانشگاه MIT، یک فیزیکدان اتمی، و ایشون استادی هستن به نام ایان هاچینسون. اگر عزیزان بتونن عکس کتاب رو دوباره نشون بدن، آیا یک دانشمند میتواند به معجزه باور داشته باشد؟ من در آینده، در جلساتی در هفته های آینده، ماه های آینده، میخوام مطالبی رو از این کتاب براتون مطرح کنم. این یکی از اون کتاب های فوق العاده است که اگر به فارسی ترجمه بشه به نظر من میتونه بسیار بسیار مفید باشه، به خصوص برای نسل جوان که علاقمند به صحبت‌های علمی و اینکه چطوری یه نفر میتونه یک دانشمند درجه یک باشه و خیلی هم متعهد باشه به باورهای ایمانی و دینیش. ایان هاچینسون، استاد دانشگاه MIT در ایالت ماساچوست. من بعداً در جلسات آینده‌ای به این کتاب اشاره می‌کنم. ولی حالا دوباره اگر تماس تلفنی نیست، من می‌خوام که اشاره به یک کتاب دیگه بکنم. یک کتابی که خودم چند وقت پیش این کتاب رو به دستم رسید، تازگی ها این کتاب به نظرم در چه سالی ببینم این کتاب چاپ شده، در سال 2019، در سال 2019، و اسم این کتاب هست Confronting Christianity، برخورد با مسیحیت یا روبرو شدن با مسیحیت. و 12 میگه 12 سوال سخت برای بزرگترین دین در دنیا. پس یک سری از اعتراضات به ایمان مسیحی و
مثلا آیا مسیحیت یه دین جنگ طلبه، آیا مسیحیت از طریق علم مسیحیت انکار شده، آیا مسیحیت ضد زن هست. پس سوال‌های مختلفی رو نویسنده مطرح میکنه و اسم نویسنده هست ربکا مکلاگلی. عزیزانی که تو اتاق فرمان هستن، من تو گوش خودم دارم اکو میشنوم، اگر بتونیم این مشکل رو حل بکنیم من ممنون میشم. بالاخره توی این دوران کرونا داریم از خونه هامون کار میکنی با محدودیت های تکنولوژی، پس من هنوز خیلی اکو دارم و نمیدونم این مشکل چی هستش. اگر عزیزان تو اتاق فرمان بتونن کمک کنن ممنون میشم، ولی هنوز که اتفاقی نیفتاده. حالا صدا میوت شد، حالا نمیدونم صدای من رو اقلا شما تو تلویزیون یا تو اینترنت دارید یا ندارید، ولی صدای من خودش میوت شد. امیدوارم که اقلا صدا داره به شما میرسه. یکی از فصلهای خیلی جالب این کتاب گفتم ربکا مکلاگلی اسم نویسنده این کتاب هستش، فصل نهم این کتاب، نویسنده با این تیتر این فصل رو شروع میکنه، میگه آیا علم انکار کرده مسیحیت رو؟ Has science disproved Christianity؟ آیا علم ثابت کرده که مسیحیت حقیقت نیست؟ حقیقت مسیحیت رو علم ثابت کرده که وجود نداره؟ این حالا ترجمه بنده هست از این فصل. و نویسنده با اشاره به چند تا از دانشمندا که اینطوری صحبت میکنن که باور دینی دیگه جایی برای باور علمی و دانش، ببخشید علم و دانش دیگه جایی برای باورهای دینی و ایمان به خدا نمیذاره. از این نقل قولا رو میتونیم زیاد پیدا بکنیم. ولی نویسنده میگه برخلاف این دانشمندا، دانشمندای خیلی دیگه هم هستن و بعد حالا اسم میاره، پروفسورهای خیلی برجسته که کاملا تعهد دارن به وجود خدا، به عیسی مسیح، به ایمان مسیحیشون و مسیحای خیلی متعهدی هستن. پس اینطوری نیستش که ما بخوایم یه نقل قولی از یه دانشمند بکنیم و بگیم که ببین دانشمندا همه یه طور دارن فکر میکنن. نه، اینطوری نیست. بله، دانشمندایی هستن که ایمان و خدا رو انکار میکنن و خیلی دانشمندا هم هستن که با تمام تحقیقات علمی و درجات علمی کاملا تعهد دارن به خدا و ایمان و دین خودشون. پس این یک موضوع خیلی پیچیده تری هست از این که بخوایم که با یک شعار با این مسئله ما برخورد بکنیم. ولی نویسندش صحبت این فصل رو شروع میکنه، حالا اشاره های مختلفی تو این فصل میکنه که من وارد همه اشاره هاش نمیشم، ولی صحبت رو شروع میکنه که خیلی از دانشمندان اولیه در دنیای غرب، پدران رشته های علمی و دانشمند، مسیحی بودن، کشیش بودن، راهب بودن، خدا باور بودن و نقش ایمان مسیحی و کلیسا در علم در دنیای غرب نقش بسیار بسیار مهمی بوده و حتی امروز هم میتونه باشه. پس اینی که ما فکر کنیم که همیشه علم و ایمان با هم در دشمنی و تضاد بودن، این اصلا واقعیت تاریخی هم نداره. حالا داستان گالیله هم میتونید تو صحبتایی که من تو اینترنت قبلا کردم میتونید بهش برسید که داستان گالیله داستان یک دانشمند خدا ناباور نیست. گالیله خیلی هم مسیحی متعهدیه. برخورد گالیله با کلیسا به خاطر بحث سر تفسیر کتاب مقدس، نه اینکه گالیله ایمان مسیحیش رو انکار داشت میکرد یا کنار گذاشته بود. ولی نویسنده اشاره میکنه به اشخاصی مثل راجر بیکن، ویلیام آکم، فرانسیس بیکن. اینا توی قرون وسطا و عصر روشنگری، قبل از عصر روشنگری ولی اواخر قرون وسطا، اینا بنیادهای تفکرات علمی غرب رو این افراد بنیانگذاری کردن. راجر بیکن، ویلیام آکم و فرانسیس بیکن و همه اینها مسیحیای خیلی متعهدی بودن. دانشگاه های آکسفورد، دانشگاه کمبریج در آمریکا، دانشگاه هاروارد، دانشگاه ییل، دانشگاه پرینستون، اینا همه دانشگاه هایی بودن که کلیساها تأسیس کردند برای تعلیم و تربیت کشیش ها و متفکرینی که تعهدات خیلی عمیق مسیحی داشتن. پس میبینیم که دوباره نقش کلیسا و ایمان مسیحی نه فقط بین یک سری دانشمند، بلکه در
دانشگاه ها و مراکز تحقیقات علمی. نقل قول میکنه نویسنده که یکی از استادان فلسفه دانشگاه پرینستون به نام هانس هالورسن مطرح میکنه اینی که جهانبینی مسیحی پایه های علم مدرن رو میگذاره در دنیای غرب و چقدر این جهانبینی مسیحی نقش مهمی داره در پیشرفت علمی دنیای غرب. اینی که باور داریم که یک خدایی هست که عقل داره، فکر داره و با نظم این خلقت رو به وجود آورده و به انسان عقل و فکر داده که بتونه این نظم رو درک کنه، این به این به نقش خالق رو در خلقت تحقیق کنه. اینا همه قسمت هایی از جهانبینی مسیحی هست که کمک کرد به پیشرفت علمی و اینکه تفکرات انسان میتونه به حقیقت برسه از طریق تحقیق، از طریق تجربه. پس خیلی نقش مهمی که فلسفه مسیحی، الهیات مسیحی، جهانبینی مسیحی داشته در دنیای علمی، این خیلی کتاب ها درباره این جایگاه نوشته شده. بعد نویسنده برام این نکته خیلی جالب بود، میگه که یه نکته خیلی جالب درباره همین بحث علم و ایمان، اینشتین توی دفترش عکس 3 دانشمند رو روی دیوار گذاشته بود. اینشتین عکس 3 دانشمند رو روی دیوار دفترش گذاشته بود و این 3 دانشمند کیا بودن؟ نیوتن، فارادی و ماکسول. آیزک نیوتن، مایکل فارادی و جیمز کلارک ماکسول. و همه این 3 دانشمند، پدران فیزیک مدرن تقریبا میتونیم بگیم، این 3 دانشمندی که اینشتین براشون خیلی احترام داشت، نیوتن، فارادی و ماکسول، هر 3 مسیحیای بسیار متعهدی بودن و خیلی وقت گذاشتن روی درک کتاب مقدس. نیوتن خیلی روی تفسیر کتاب مقدس وقت گذاشت. ماکسول اصلا چیز، ماکسول یکی از شیخای کلیساشون بود در کلیسای انجیلی اسکاتلند، من اینو نمیدونستم خودم. پس مایکل فارادی، جیمز کلارک ماکسول و آیزک نیوتن مسیحیای بسیار متعهدی بودند. کلوین، لورد کلوین که دوباره ایشون هم یکی از اون نامهای بزرگ دنیای علم معاصر هست، یک دانشمند بسیار متعهدی بود که حتی یه نقل قولی ازش میکنه، میگه خیلی ها وقتی سطحی به موضوع علم نگاه میکنن شاید به نظرشون برسه که نیازی به خدا و یک خالق نیست در دیدگاه علمی، ولی میگه که این کاملا یک حرف بی اساسیه، من یک لحظه شکی به وجود خالق توی زندگیم و تحقیقاتم نداشتم. این یک نقل قول از کلوین هست. یکی دیگه از دانشمندان دنیای معاصر، جورج لماتر، که متفکری بود که نظریه بیگ بنگ رو مطرح کرد و ثابت کرد، ایشون اصلا خودش یک کشیش کاتولیک بود، جورج لماتر. و کسایی که مخالف نظریه بیگ بنگ بودن خدا ناباورا بودن، چون باور داشتن که اگر بیگ بنگ ثابت بشه پس در یک لحظه خلقت به وجود اومده، پس این خلقت نیاز به یه خالق داره. فرد هویل مثلا یکی از دانشمندانی که خیلی ضد نظریه بیگ بنگ بود، این موضوع رو مطرح میکنه که بیگ بنگ خیلی بیشتر ربط داره به خدا باوری، ولی چون خیلی از دانشمندان عقیده داشتن که خلقت ابدی بوده، ازلی بوده و نیازی پس به یک لحظه خلقت و نیازی به یک خالق نداشته، همیشه ماده همین بوده که هست، ولی نظریه بیگ بنگ از طریق یک کشیش کاتولیک مطرح میشه و بالاخره ثابت میشه در قرن 20. یا مثلا حتی پدر علم ژنتیک مندل، ایشونم گریگور مندل، که خود ریچارد داکینز میگه ایشون یکی از پدران علم ژنتیک هستن، گریگور مندل یک راهب کاتولیک. حالا نمیخوام فقط اسم بیارم اینجا، ولی اینکه این خیلی نکته مهمی هستش. بعد یه فصل خیلی توی این فصل نویسنده ادامه میده، دانشمندان امروز تو قرن 21، دانشمندان خیلی برجسته، که خیلی وقتا ما بگه تو دانشگاه ها از افراد بپرسیم که آیا استادان این دانشگاه مذهبی هستن، ایمان مسیحی هستن، مثلا توی آمریکا یا انگلیس، خیلی شاید بگن نه ما مسیحی نمیشناسیم، ولی آمار خیلی قابل توجهی از ایمانداران مسیحی هستند
که دانشمندان هستن در رشته های علمی خودشون در دانشگاه خیلی عالی رتبه. و اینکه پس فقط این داستان این نیستش که قدیما دانشمندان مذهبی بودن، امروز دیگه مذهب و ایمان و بوسیدن گذاشتن کنار، نه، تو همین دنیای امروز ما میبینیم که دانشمندان بسیار متعهد، حالا من دارم از دیدگاه مسیح صحبت میکنم، ولی همچنین میتونیم اشاره بکنیم به دانشمندان مسلمان، دانشمندان هندو و بودایی و غیره. و اینکه پس این بحث اینی که خیلی سرسری بگیم آقا خدا رو باید بوسید و گذاشت کنار در دنیای علمی، این دقیق نیست، این درست نیست، این اصلا یک برخورد اشتباه هستش با موضوع علم و ایمان. ببخشید به خاطر یک سری مسائل تکنیکی که بنده خودم اینجا داشتم، یه مقدار شاید امیدوارم تونسته باشم لب به کلام رو رسونده باشم تو بحث امروز، ولی برای من همونطوری که تو قسمت اول جلسه گفتم خیلی مهم هستش که ما ایمانداران مسیحی فرار نکنیم از بحثای علمی. ما ایمانداران مسیحی با یه دید دشمنی به علم و دانشمند نگاه نکنیم. من امروز خودم واقعا نگران این موضوع هستم توی دنیای کرونا که تو خود کشوری مثل آمریکا چقدر از مردم آمریکا، حالا من نمیگم مرد اینا مسیحی هستن همین، ولی خیلی از آمریکایی‌ها دارن با یک سوءظنی به دانشمندان نگاه میکنن که انگار ما اصلا نمیتونیم حرف دانشمندا رو باور کنیم در رابطه با همین مثلا ماسک زدن توی جمع رفتن، یا حواسمون باشه به این خطرات کرونا، یا خیلی مباحث دیگه، واکسن زدن نمیدونم و خیلی مسائل محیط زیست و تغییر و تحولات محیط زیستی و نقش انسان تو این. و خیلی وقتا مردم این حرفا رو باور نمی کنن و شک دارن، سوءظن دارن به دانشمندا، ولی این دیدگاه سالمی نیست. ما باید باور داشته باشیم که ما دشمن نیستیم با علم و دانش و خدا رو باید با تمام فکرمون محبت کنیم. هفته آینده تا هفته آینده شما رو دسته خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.